آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب مقررات دين إسلام عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زكاة مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ في صحيح حديث شماري 1458 وصحيح مسلم حديث شماري 31 از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معاذ رضی الله عنه را به عنوان حاکم به یمن فرستادند به او فرمودند تو پیش مردمانی خواهی رفت که اهل کتاب هستند اول کاری که می کنی باید آنان را به پرستش الله عزوجل دعوت نمایی وقتی به الله عزوجل ایمان آوردند به ایشان بگو که الله در هر شب و روزی پنج نماز را در اوقات مقرر شده آن بر شما واجب کرده است همین که نماز پنج گانه را به جای آوردند ایشان را با خبر کن که الله عزوجل زکات را بر اموال آنان واجب نموده است و این زکات از ثروتمندان اخذ می گردد و به فقرای محل داده می شود اگر حاضر شدند که زکات بدهند زکات را از آنان تحویل بگیر ولی از گرفتن بهترین حیوان و اموالی که مورد علاقه صاحبش می باشد بارهيز كن بارهيز از دؤاوي مظلوم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال: اتقي دعوه المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب در صحیح بخاری حدیث شماره 4347 و صحیح مسلم حدیث شماره 29 از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه والی و و وسلم معاذ را به یمن فرستاده و به او فرمودند از دعای مظلوم بر حذر باش چون در بین دعای مظلوم و قبول آن از جانب الله عزوجل پرده و مانعی موجود نیست قاطعیت در دفاع از شاعر و حریم اسلام قال ابو هريره رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر فعرفت انه الحق در صحیح بخاری حدیث شماره 6924 و صحیح مسلم حدیث شماره 32 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که فرمود وقتی که پیامبر صلی الله علیه و و سلم وفات نمودند ابوبکر رضی الله تعالی عنه به خلافت رسید عده‌ای از اعراب مرتد شدند ابو بکر رضی الله تعالی انهو تصمیم گرفت تا با آنان بجنگد. عمر رضی الله تعالی انهو به او فرمود چطور با آنان میجنگی؟ در حالی که پیامبر صلی الله علیه و و سلم می به من دستور داده شده است با مردم بجنگم تا اینکه بگویند لا اله الا الله و هر کسی به وحدانیت الله عزوجل اعتراف کند جان و مالش از جانب من محفوظ است مگر در مقابل حقی که به عهده دارد اما حساب یعنی قصد و نیت و کارهای پنهانی او با الله عزوجل است ابوبکر رضی الله تعالی در جواب فرمود قسم به الله با کسانی که نماز را از زکات جدا می سازند و نماز را می خانند ولی از پرداخت زکات خودداری می کنند می جنگم زکات حقی است بر مال که باید گرفته شود قسم به الله چنانچه آنها بزی را که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میدادند به من ندهند به خاطر آن با ایشان میجنگم. عمر رضی الله تعالی عنه فرمود قسم به الله این تصمیم قاطع تنها به این دلیل است که الله عز و قلب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را وسعت و روشنی بخشیده است و من متوجه شدم که گفته او حق است. کسی که با ایمان قاطع و خالی از شک بمیرد به بهشت میرود عن عبادت رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل وزاد احد رجال السند من ابواب الجنه الثمانيه ايها شاء در صحیح بخاری حدیث شماره 3435 و صحیح مسلم حدیث شماره 46 از عباده رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و و سلم فرمودند کسی که به زبان و قلب اقرار نماید که هیچ موجودی سزاوار پرستش نیست بجز ذات الله تعالی که یگانه و بی همتاز و شریک و انبازی ندارد و همچنین اعتراف نماید که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده الله است و عیسی بنده و فرستاده الله و مصداق کلمه است که به سوی مریم القا شده است و به امر کن به وجود آمده است و ایسا رحمتی است از جانب الله عزوجل و به حقانیت بهشت و دوزخ ایمان داشته باشد الله عزوجل او را داخل بهشت می نماید هرچند گناه هم داشته باشد یعنی اگر گناه کبیره داشته باشد در مشیت الله عزوجل است یا آن را می بخشد و یا بعد از دیدن کیفر بخشوده می شود. در بعضی روایات این جمله نیز آمده است. از هر یک از درهای هشتگانه بهشت که مائل باشد وارد می شود. حق الله عز وجل بر بندگان عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال بين انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخره الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله الا يعذبهم در صحیح بخاری حدیث شماره 5967 معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمود در حالی که پشت سر پیامبر صلی الله علیه و و سلم با هم بر یک شتر سوار شده بودیم و فاصله جز قسمت آخر رحل یا زین در بین ما وجود نداشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای معاذ گفتم لبیک و سعدیک ای رسول الله حاضرم مدتی گذشت باز پیامبر صلی الله علیه و سلم و فرمودند ای معاذ گفتم لبیک و سعدیک ای رسول الله حاضرم مدت دیگری گذشت مجددا پیامبر صلی الله علیه و سلم و فرمودند ای معاذ گفتم لبیک و سعدیک ای رسول الله حاضرم فرمودند آیا میدانی حق الله عز و بر بندگانش چیست؟ گفتم الله عز و و رسول الله از همه عالم ترند فرمودند حق الله عز و بر بندگانش این است که تنها الله عزوجل را پرستش کنند و هیچ شریک و انبازی برای او قرار ندهند بعد از مدتی فرمودند ای معاذ ابن جبل گفتم لبیک و سعدیک ای رسول الله فرمودند آیا میدانی حق بندگان بر الله سبحانه و تعالی چیست یعنی پاداش بندگان پیش الله عزوجل در مقابل توحید و شریک قرار ندادن برای او چیست گفتم الله عزوجل و پیامبر او از همه داناترند رسول الله صلی الله علیه و و سلم فرمودند پاداششان نزد الله عزوجل این است که آنان را عذاب ندهد